بانمید خدا من کازماری هستم و تو این ویدیو هستم که در باره ترنر اپریتر ها با صحبت کنم ترنر اپریتر در واقع مثل همون شرط های ایفلس میمونن و باز میشه که یک شرط اگر جواب نداد ای شرط اوکی شد میگه ایف بلوک رو انجام بیده اگر این شرط استاپ فرقشون یه چیز خیلی کوچیکه ما ایف, ایف رو برای شرط خیلی بزرگ استفاده میکنیم ترن ها برای شرط یک خطی میگیم اگر اینو اوکی شد تو برو این کار انجام بده بیا مثال میزنم برای شما فرض مثال میگه مثل دفعه قبل ایج رو مثلا مصاحی با این اینتی قرار میدیم که اینپوت اینپوت اینتر اینتریور ایج رو براتون میگیره خب بعدش من میام این کار میکنم خب میگم که میگم که اگر خب حالا براتون توضیح میدم براتون اکسس پرمیتد خب بعد ایف بلاک میگیم که ایف ایج بزرگتر از 18 ساله و هلز print access denied خب بیاین رو راند کنم براتون که اینتریور ایج رو وارد میکنیم هر مثال 19-15 سال اکسس اینا یا یک کلمه میخوام اینتر رو 144 وارد میکنم اکسس پرمیتر این این شکلی شرطمون خوب توی پایتون اینه که میایم که کرن اپراتور شرط یک خطی ترتیبش این شکلیه اول کار شرطی که جواب یعنی اتع... وقتی که شرطم اوکی شد چه شد چیزی پرینت بکنه اینو پرینت بکن. آخرم که وقتی شرطمون خراب شد اشتباه شد اینو پرینت کن وسطش اول کار ایف می ایف شرط درست و else شرط غلط این شکلی غلط از ایف شما شرط درست رو نویسی جواب شرط درست ایف بلاکمون و بعد از else هم باید else بلاک رو نویسیم خیلی چیزی رو جالبیه برای که زمان کاری داره که میخوام یک شرط رو بررسی کنیم و اینکه دیگه نمیخوام خطا خط کدامون بیشتر بشه ما ترین استفاده میکنیم به خاطر اینکه بخوایم تعداد شرطامو کمتر بشه و اینکه تعداد خطامو خیلی کمتر بشه به احتمال باگ کمتر بشه در این باره و اینکه دیگه هیچ فرقی با ایف اس نداره فقط تعداد خطاش و استفادهش کمتر فکر می کافی باشه برای این ویدیو با تشکر این ویدیو تماشا کردید یا علی خدا نگهدار